بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، امروز آخرین روز دادگاه مسعود شصتچی یا همون مرد هزار چهره است که پس از ماه‌ها تعقیب ماه پیش به دست قانون افتاد. همونطور که می‌بینید، مردم زیادی از بامداد امروز اینجا تجمع کردن و منتظر انتقال این زندانی از زندان به دادگاه هستند. ما تصمیم داریم با تعدادی از این مردم گزارشی تهیه کنیم و نظرشون در مورد این محاکمه بپرسیم. مسعود نظری، واحد بخش خبر. ببخشید، میتونم بپرسم واسه چی اینجا تشریف آوردین؟ اومدم شاهد اعدام این مرد هزار چهره باشم. میتونم نظرتون در مورد این مرد و نظر دادگاه بپرسم؟ من که اصلا باورم نمیشه که آقای شصتچی این کارا رو کرده باشه. اما من از اولش میدونستم یه چیزیش میشه. به نظر شما کدوم عامل باعث میشه که یک مرد اینقدر جرائم داشته باشه؟ کدوم عامل؟ مرد همشون همینطورین. به نظر من آدمای عجیب غریبی بودن. چه عجیب و غریبی دختر جون؟ بنده شاهرخ قوسگویی هستم، دبیر ادبیات بازنشسته آموزش پرورش. بله بله، خیلی متشکرم. نه، عرض کردم باز چی داداشی آوردین؟ بله بله، خیلی سوال خوبی بود. منم مثل بقیه اومدم اینجا که شاهد اجرای عدالت باشم. ببخشید، می‌خواستم نظرتون رو در مورد حکم دادگاه بپرسم. نگاش می‌کردی معلوم بود چیکار است دیگه. چشاش کاسه خون بود، وحشتناک. آقا جون، این دختر ما یه چیزایی تو روزنامه خونده، داره همون حرفا رو حالا به شما میزنه. ایشون یه آدم خوبی بود، آسه میرفت، آسه میمد، به هیچ کم کار نداشت. از کنم اجازه بفرمایید، این شعر و اثر بنده حقیر است. بله بله، اگر اجازه بدید. بله بله، خیلی متشکرم، تشکر، لطف کرد. چه حکمی باید برای همچین مجرمی صادر بشه؟ ببخشید، شما چیزی ازشون ندیده بودید؟ هیچ وقت بهشون مشکوک نشده بودید؟ نه آقا جون، ایشون خودش و پدر و مادرش با هم زندگی میکردن، خیلی آدم با شخصیت و خوبی هم بودن. یعنی به نظر شما باید اعدامش کنن؟ بله، بس چی، مردی که با احساسات همه بازی میکنه باید هم اعدامش کنن تا درس عبرتی باشه واسه بقیه مردم. من از دادگاه میخوام که حداقل شرایط من و امثال منم درک بکنه، دیگه به اینجام رسیده. ببخشید، منظورتون رو نفهمیدم. آخه عزیزم، من از کجا بیارم هزار تا سکه مهریه بدم؟ خب یه غلطی کردم، بچه بودم، حالا باید برم زندان؟ معذرت میخوام، مثل اینکه اشتباه شده. چه عاملی باعث همچین جرایمی میشه؟ به نظر من سر و صدا و هیاهوی دیگران باعث چنین مسئله میشه. این قضیه باید در ریشه آوردنش. Thank you.
دادگاه رسمی است، لطفاً سکوت رو رعایت فرمایید. نماینده محترم دادستان کیفرخواست رو قرائت کنید. ریاست محترم دادگاه، بر حسب کیفرخواست صادره در پرونده، آقای مسعود شصتچی متهم است به ارتکاب جرایم جعل چندین عنوان و چندین فقره کلاهبرداری. با توجه به موارد مندرج در کیفرخواست که در 7 صفحه تقدیم دادگاه شد، من به عنوان نماینده مدعی العموم و به شرح کیفرخواست تقدیمی تقاضای اشد مجازات را برای متهم خواستارم. متشکرم. متهم لطفاً به جایگاه. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. بنده مسعود شصتچی هستم. بر حسب کیفرخواست شما متهمید به کلاهبرداری از طریق جعل عنوان. آیا اتهام وارده رو قبول دارید یا خیر؟ بنده اتهامات وارده رو قبول دارم ولی بیگناهم. اگه قبول دارید پس یعنی شما گناهکارید. جناب قاضی، بنده تا 4 ماه پیش کارمند ساده بایگانی اداره ثبت احوال بودم و الان به عنوان مرد 1000 چهره در این دادگاه محاکمه میشم. اتفاقاتی که در این مدت افتاد انقدر عجیب غریب هست که بنده فکر میکنم خواب دیدم. بنده مرتکب جرم شدم ولی بیگناهم. اگه اجازه بفرمایید توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد. بفرمایید. خیلی ممنونم. بله، همونطور که عرض کردم بنده کارمند ساده بایگانی اداره ثبت احوال شیراز بودم. برای بچهش رو انتخاب کردم. فامیلی بچه جوله است، اسمش رو گذاشتن جاله. جاله جوله. و من فکر این بچه بیچارم فردا میخواد بره مدرسه، همه مسخرش میکنن. جاله جوله مثل چاله توله. آقای اسکندری، آقای اسکندری. بله آقای اسکندری، دست درد نکنید، این پرونده رو ببر بایگانی. بذار آخر وقت یا همه رو با هم میبرم دیگه. نه آخر وقت چی الان لازم دارم. کار که نمی کنم، پشت میز نشستن همش حرف میزنن، 3 برابر منم حقوق میگیرن. چایی که بد بدم، پروندم بالا پایین بکنم، نامرم ببرم، چیکار باید بکنم دیگه؟ روزی 100 مرتبه این پله ها رو باید برم پایین بیام بالا. به ترکیه ای به ترکیه ای. کسی اینجا نیست؟ آقای چیز؟ آقای فلانی؟ کسی نیست؟ من شصتچی هستم. پرونده آوردین؟ نه دیوونم، اومدم تو رو ببینم. بله خیلی ممنون. ببینم صبح تو شب این تویی حوصلت سر نمیره؟ به هر حال دیگه عادت کردم دیگه، چند سال من اینجا. چند سال اینجایی؟ این 4 شنبه که بیاد یعنی 3 روز دیگه 7:30 صبح میشه 17 سال. واسه همین قیافت اینجوری شده. قیافم چجوری شده؟ نور بهت نخورده. بله ببخشین اینا رو لطف کن.
اینا رو بگیرید. اینم بگیر. این دوتا لطف میکنید میدید بخش کامپیوتر، این دوتا رو هم لطف میکنید میدید بخش مدیریت. اجازه بدید این دفتر رو باید امضا کنم. اینجا رو لطف کن، اینا رو اجازه بده، اینجا رو امضا کن. خیلی ممنون. این یک سری پرونده دیگه هم هست که خودم میبرم حسابداری، چون کار اداری دارم. حسابداری؟ کار اداری داری؟ بله بله. چطور مگه؟ من که میدونم از خانم جندقی خوشت میاد. خب خب البته. چطور مگه؟ به من بگو، من محرمتم. بله. خب البته ما قصد ازدواج داریم. خانواده‌شون هم میدونن؟ خانواده‌شون بنده فردا شب قراره برم خدمت پدر محترمشون با هم صحبت کنم. فکر میکنه قبول میکنه؟ فکر میکنم قبول میکنه. قدیم دختر میدادن، الان هم دختر میدن. بله. میخوای سلام کنی؟ میخوایم بگیم پله ها رو دویدی نفستون گرفته؟ با سحر کار داریم، رفته امور ماری دنبال فیش حقوقیش میاد الان. اینه هاش. سلام. تو باز پله ها رو دویدی دیگه. صد دفعه بهت نگفتم این کار نکن، آخرش سکته میکنی ها. خوب شد اومدی، میخواستم بیام پایین، کار داشتم. سلام و عرض ادب. شما چرا تشریف بیارین، زحمت میکشین من شما داخلی بنده رو بگیرین؟ بفرمایید، من خودم خدمتتون میرسیدم. حالا امر. بابا زنگ زد گفت فردا شب میخواد با دوستاش بره باغ. اینا که تو امشب بیا خونم. میگه امشب؟ خب آره. میگه آخر امشب من آمادگیشو ندارم، نمیشه بندازیم پس فردا؟ نه چه فرقی میکنه؟ میگه خیلی فرق میکنه. آمادگی لازم نداره که، مگه خواستگاریه؟ بابا میخوای بیاد ببینتت فقط. ولی من قبلش باید یه چیزایی رو بهت بگم. میگه بریم رستوران بغلی؟ میگه باشه، بذار برم مرخصی بگیرم، میام دم در. فعلا خداحافظ. خداحافظ دیگه.
3-4 ساعت جیم زدن که مرخصی گرفتن این برنامه ها نمیخواد که. نه تو مسعودو خوب نمیشناسی، خیلی مقرراتیه، تو زندگیش کار خلاف قانون نکرده. یک ماهه دارم باهاش چونه میزنم که میخواد بره دستشویی مرخصی ساعتی نگیره. خیلی نجیبه. شما این کاری که من بهتون میگم بکنید، یک درخواست بهشون بنویسید، منم بهشون زنگ میزنم، ان شاءالله که نه نمیگم. بله بله خواهش میکنم. نه حالا اسمی که خواهی برای اسپزیاری چی هست؟ هرکول. چشم، اطاعت میکنم. به خانواده هم سلام برسونید. خدا نگهدار. بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم. من یک مقدار کوتاه مرخصی میخواستم. کارمند مایی؟ بله بله، من 60 هستم، کارمند بایگانی اون پایین. تازه استخدام شدی؟ عرض کنم که خیر، این چهارشنبه که بیاد یعنی 3 دیگه 7:30 صبح میشه 17 سال. 17 سال؟ چطور من ندیدمت؟ بنده افتخار شرف حضور نداشتم. آخرین بار کی مرخصی گرفته بودی؟ بنده 3 سال و 2 ماه پیش برای عمل آپانتیس به مدت 2 روز و 2 ساعت مرخصی گرفتم. 2 ساعتم ریکاوری داشتم، شد 2 روز و 4 ساعت. اون موقع من اینجا نبودم، مدیر قبلی اینجا بود. خیر، مدیر قبلتر بودن. مدیر قبلی 1 سال بیشتر فوت نکرد، یعنی 1 سال بیشتر عمر نکردن. حالا چی می‌خواستی؟ من اگه لطف کنید مرخصی. چقدر مرخصی می‌خواید؟ من اگر محبت بفرمایید 2 ساعت و 43 دقیقه. آقایه؟ من 60 هستم اون پایین. عنایت عالی متداوم. داییم هستن. گفتم باشن. ایشون باید در جریان باشن؟ نه ایشون گوش نمیدن. شما بفرمایید. میخواستم، میخوای اینو بس بذار زمین؟ بله بله. ببین مسعود، میخواستم با آدکم راجع به امشب صحبت کنم، چون تو بار اولیه که بابای منو میبینی. اینه که گفتم بیایم اینجا تا یه چیزایی رو بهت خصوصی بگم. بفرمایید. ما که هنوز چیزی نگفتیم. خب بگید، من می‌نویسم. نه ایشون گارسون هستن، میخوان سفارش غذا بگیرن. آه بله، بفرمایید. من یه مخصوص لطفا. بله شما؟ من 60 هستم. نه نه مسعود، ایشون گارسون هستن، میخوان سفارش غذا بگیرن. من یه پرس جوجه میخورم. میارم خدمتتون. خیلی ممنونم. خواهش. فقط برنج نداشته باشه. بله چشم. خیلی متشکرم. من معذرت میخوام، خوب پخته بشه. بله چشم. اگه امکانش هست. چشم. من معذرت میخوام، شما روی جوجه هاتون کره میمالین؟ بله. برای من کره نمالین. چشم. خیلی ممنونم. ببخشید من اگه امکان داره در لیوان خودم نوشابم رو میخورم. بله چشم. میذارم اینجا. خیلی ممنونم. مسعود. قربونتون. بله. چه. بله. آقا شما بفرمایید. بله. بفرمایید. بفرم. بله چی میگفتم؟ آها. میخواستم که راجع به امشب وقتی میای خونمون حواست به یه چیزایی باشه. به چه چیزایی؟ ببین چیز خاصی که نیستش، یعنی یکم هستش، یعنی آخه تو بابای منو نمیشناسی. خب همچین یکم اخلاقش خاصه، نه که بد باشه، یه مدلیه. چه مدلیه؟ ببین خوشمشربه ها، ولی اینجوری نیست که از هر کسی خوشش نمیاد. خب بعد اگرم از کسی خوشش نیاد، مدلش اینجوری نیست که بروش نیاره، صافت روش میگه. یعنی از من خوششون نمیاد؟ نه
یعنی نمیدونم، یعنی راستش من خودم هم هنوز نمیدونم که از کی خوشش میاد از کی خوشش نمیاد، ولی تو شبیه اونایی هستی که خوشش نمیاد. یعنی شبیه چه چیزایی هستم من؟ نه ببین، یعنی تو رو که نمیگم، اخلاق بابامو میگم که یکم خاصه، همچین از آدمای شسته رفته و همچین مرتب و مؤدب خوشش نمیاد. تو امشب که میای خونمون همچین یکم مثلا راحت تر و خاکی تر و... یعنی خاکی باشم؟ مسعود. آه از اون لحاظ. آها. ببین دفعه پیش که خواستگار اومده بود خونمون، خب انقدر راجع به وضع مالیش و تحصیلاتش و موقعیت مالیش حرف زد که بابا یه دفعه پاشد با لگد انداختش بیرون. خب میخواستم بگم از خودت تعریف نکنی. بله من از خودم تعریف نمی کنم. خوبه. آها جوک. ببین جوک هم نگو، چون اگه یه وقت لوس باشه میزندت. من جوک بلد نیستم کلن. خوبه. آها یه چیز دیگه، ببین اگه یه وقت حرف کم آوردی هیچی نگو، چون ممکنه فحش ناجور بهت بده، ناراحت میشی. من امشب کلن حرف نمیزنم. خوبه. آها شوخی، ببین ممکنه یه وقت باهات شوخی بکنی، دلخور که نمیشی. یعنی چه شوخی؟ نه چیزی که مثلا ممکنه بگه چطوری میمون، یا مثلا پسر پس کلت، دلخور که نمیشی. سعی میکنم. آره اصلا اتفاقا اگه باهات شوخی بکنه خوبه، برای اینکه معنیش اینه که از تو خوشش اومده. میخواین که من با امشب با پدر مادرم بیام که هم رسمی تر باشه، همین که ممکنه از من خوششون بیاد؟ نه خب آخه گفتش که میخواد خودتو تنها ببینه بار اول. نه ببین یه چیزایی دیگه بود. ببین یه موقع های خاصی هست که ممکنه بابا شما جوجه بودین؟ من جوجه بودم؟ آه پرس جوجه مال من هست. بله خیلی ممنونم. بله کیه؟ منم مادر جان. با سلام علیکم. چرا انقدر زود اومدی مادر؟ من کار داشتم، یه مقدار مرخصی گرفتم. مادر تو که هیچ وقت مرخصی نمی گرفتی؟ خب به همین دلیل عرض میکنم، چون کار داشتم مرخصی گرفتم. اخراج شدی؟ اخراج برای چی شدم مادر جان؟ مادر نکنه دزدی کردی؟ دزدی؟ من دزدی میکنم؟ دزدی برای چی مادر جان؟ نکنه به خاطر اعتیاد بیرونت کردم؟ اعتیاد مادر جان؟ من سیگار در زندگیم نکشیدم، گریه نکن. به مادرت راست میگی؟ راست میگم بله. پدر جان با بنده امری داشتین؟ نه. شما خوب هستین؟ آخه میشه آدم در محضر حضرت حافظ باشه و بد باشه؟ هرگز نمیردن که درش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بله راستی بذاره که حضرت حافظ طلبت کرده، شانس باید بده یه فال برات بگیرن. موافقی؟ خیلی ممنونم. ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، بر ما نظر اندازی. من فال طلب کردم، تو کاشف هر رازی. تو را به شاخ نباتت قسمت میدم. کجا علامت زده بودم؟ حالا دلتره به جامعه جامعه از با میکرم آنچه خود داشته بیگانه تمام که گاهی کسی رو بکنه کنم بیرون به تراد گم شده گله به دریار میکرد مشکل خیلی بر پیرام آورده گفت که در این تو حالت مهم میکرد قدر باب در فهمه دیگر هم بکنه چه مسیح هم بکنه گفت همیزه سه باید داده چیز گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. به 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 تو تفسیر شعر حافظ میدونی؟ من خیر. چه به 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 گفت شلوغش میکنه می پسر جان. حضرت آقا فدنجان فهمه ای مسعود جان، این زندگی که تو داری میکنی یه تار مو بزنه، یعنی چی؟ که هر لحظه این تار ممکنه بپکه، زندگی هزاران چهره دیگه خودش بده، چون اصلا همه چی بوده که حالید نشید چی؟ بله. از طرفی میگه که چرا باید اینجوری باشه که این حضرت حافظ در اینجا خیلی دقیق با این قضیه برخورد که حالا
و اما میگه یک لحظه یه اتفاق تو زندگی میفته که زندگی دفعه یه رو بروم بروم چه عوض میشه رجوع کردی؟ من و اما شاهدش میگه سفر کرد یه مسافرتی در پی میری به جایی فعلی میری که این فعل بذاریش کنار درکش برای ترکی عملی داری میری؟ من نمیدونم من چون احتمالاً سفر آمده منظور این هست که شاید میخوام شما رو ترک بکنم یعنی کلن چی میفرمایند پدر جی؟ پدر جان پدر جان پدر دستتون درد نکنه مادر جان خیلی ممنونم چه کار داشتی میکردی؟ من هیچی اونا چی پشتت قایم کردی؟ اینا لباس هستن میخواستم بدم خوشویی اینا که تمیزن آقا مادر نه منم خودم داشتم به همین موضوع فکر میکردم مادر تو مطمئنی که معتاد نشدی؟ مادر جان معتاد نشدم قربونت برم چشم معتاد نشدم حتما قول میدم بس مادر جون هر وقت واسی معتاد چی قبلش به مادرت نگو قبلش تماس میگیرم خدمتون میگم چشم خیلی ممنون گریه نکن برات گذاشتم گریه نکن مادر جون بفرمایید بخور جون بگیری چشم خیلی ممنون بفرمایید خیلی ممنون سلام عرض میکنم جناب جندقی سلام عرض میکنم جناب جندقی من شصتچی هستم شصتچی هست موافقت عالی مشتعل نه سحر خانم فرمودن یکم صمیمی‌تر سلام جندقی گفتن از آدم های صمیمی خیلی خوش چطوری جندق؟ چطوری جندق جان؟ نه این دیگه خیلی دیگه صمیمی سلام جندقی جان نه این جندق چندق ای بابا
این خوبه آقا. به 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 نمیدونم یعنی خوبه ها، منتها شما تصور نمیفرمایین این روبان صورتی یکم جلفه. آقا جون 10 دفعه این دسته گلو پیچیدم باز کردم، تصمیمتو بگیر دیگه. آقا من کار دارم، دیرم شد. بنده به جان شما قصد مزاحمت ندارم، منتها نیست اولین باره میخوام پدر زن آیندم رو ببینم، اینه که یکم دلهوره دارم. آقا به ما چه که شما دلهوره داری؟ من میخوام برم عروسی، اینجوری به پاتختی هم نمیرسم. من واقعا معذرت، من معذرت. بالاخره چی کار میکنی؟ همینو میبری؟ به به، من یک سوالی دارم، به نظر شما کلن سبد گل بهتر نیست؟ بزار محترم، به دلیل حساسیت موضوع بنده تشخیص دادم از این لحظه دادگاه غیر علنی و فقط با حضور شوکات برگزار بشه. لطفاً سکوت رعایت کنید، دادگاه رسمی است. سلام عرض میکنم، من شصتچی هستم. کی؟ شصتچی هستم. گفتی کی؟ من شصتچی هستم. ها؟ من شصتچی هستم، قرار بود امشب بیام خدمتتون برای اون موضوع. شصتچی دیگه کیه؟ شصتچی امشب قرار بود که خدمتون بره. شصتچی هستم. سحر دخترم، تو شصتچی میشناسی؟ بابا همون مسعوده دیگه، باز کن. آها، تو همون مسعودی؟ بله، من مسعود شصتچی هستم، خدمتون است. اومدی سحر رو بگیری؟ جان؟ میگم مگه نیومدی سحر رو بگیری؟ حالا اجازه بدین صحبت کنیم. چرا اینو از اول نمیگی؟ بیا بالا. بله، اومدم سحر خانم رو بگیرم. بله، خیلی ممنون. عرض ادب و احترام. یا تو؟ من برای